درفش درفش کویان این کهن ترین درفش پرچم هخامنش افسر نژاد پاک فر و تاج کشورم فر و تاج کشورم اختر سربلند زرد و سر خوبنش در برابرت به خاک دشمنان نابکار در برابرت به خاک دشمنان نابکار ای درفش میهنم ای درفش میهنم ای نماد کشورم ای نماد کشورم ای ز اشکانیان ای ز ساسانیان یادگار ای تو از باستان ماندگار بینندگان گرامی مهران ملکی هستم. امروز یک شنبه 30 ماه می مطابق با 9 خرداد ماه هستش. حضورتون عرض کنم که ابتدا وقایعی که در امریکا رخ میده چون بیشتر ارتباط پیدا میکنه با کشور ما ایران یه توضیحاتی خدمتون میدم راجبش و بعد میپردازیم به سخن هفته که دو هفته پیش آغاز کردیم ولی هفته قبل نتونستیم دنبال بکنیم. خدمتون بگم که آقای مایک پومپو وزیر خارجه دولت پیشین یعنی وزیر خارجه دولت آقای پرزیدنت ترامپ ایشون در توییتی نوشتن که شماره یک هست مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایید بله انگلیسیشو بذارید ممنون میشم. خیلی ممنون که منم فارسیشو بگم. حضورتون عرض کنم که ایشون نوشتن که لغو تحریم ها علیه رژیم ایران معادل ارسال پالت های پول نقد است و ارائه میلیاردها دلار به ایران نیز فقط منجر به افزایش تروریسم خواهد شد. ایشون اضافه کردن لغو تحریم ها در سال 2015 جواب نداد و اکنون نیز کار نخواهد کرد. خیلی ممنون مهندس سیاوش خان. اگه ممکنه بیام داخل ببینید آقای پومپو روی سخنش در واقع به دولت آقای بایدن و شخص بایدن که فکر کنم گیجه چیزی حالش نمیشه به هر حال دولتش کاملا هریس و دولت پشت پرده اوباما و نمیدونم کلینتون و هلری و اینا آقای پومپو میگه که وقتی که این تحریم ها رو بخوایم برداری یعنی چی؟ یعنی میلیارد ها دلار برای ایران باید بفرستی پول بدی به ایران که قبلا هم این میلیارد ها دلاری که به ایران دادین در دوران آقای اوباما در سال 2015 میگه جواب می نداد این هم مثل همون خواهد بود و در واقع حمایت از تروریسمه. آقای پومپو از وقتی که در واقع آقای ترامپ رفتن از کاخ سفید و ایشون دیگه وزیر خارجه نیستن ولی مرتباً توییت های بسیار بسیار جالبی میکنن مطالب بسیار جالبی رو عنوان میکنن در واقع سیاستشون برای در ارتباط با دولت ایران همون سیاستی است که آقای ترامپ داشتن و خود ایشون داشتن در دوران آقای ترامپ همون سیاست رو ادامه میدن در نوشته‌هاشون در مصاحباتشون هم به همچنین لازم می‌کنیم. خب خدمتتون بگم که آقای پرزیدنت دونالد ترامپ هم فعال شدن حضورتون عرض کنم که و قراره در چند هفته آینده چند تا رالی بذارن یعنی از این سخنرانی‌های انتخاباتی بذارن در ایالت‌های مختلف خودشون اعلام کردن و جدیدترین مصاحبهشون که مال دو روز پیش یا دو روز پیش فکر کنم یا سه روز پیش به هر حال داشتن جدیدترین مصاحبهشو من بخشش رو برای شما میذارم به انگلیسی خیلی کوتاه به فارسی هم توضیح میدم چی میگن جالبه خوب دقت کنید خیلی جالب سخن میگن ایشون واقعا
طرز گفتار ایشون رو من بیشتر به خاطر این خوشم میاد که مثل سیاستمدارا صحبت نمیکنه که حرفو بپیچونه هزار رقم از این ور به اون ور، آخرش هم یه چاخانی بگه که هیچ وقتم انجام نده. لازم کنین اون چی که در دلش هست و واقعیت و حس میکنه و میخواد که مردم بدونن رو کنون راست بیان میکنه. مردمی بودنش و وطن پرست بودنش در همینجاست، کاملا مشخصه. ولی ببینیم چی گفتن آقای ترامپ. شماره دو از مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم اگه لطف کنید بذارید. But Biden doesn't know. I mean, he doesn't know he's alive. I'm against somebody. Think of it. I'm against somebody that can't answer simple questions. I've never seen anything like it. But here's what I am against. I'm against a very powerful party, the Democrats, and they can take this glass of water and say that's your candidate. I'm against a very powerful and very corrupt party. It's a very corrupt party, the Democrats, and we caught them. But I'm against a very powerful party, and I'm against the real obstructionist, which is the media, because the media is corrupt in this country. It's totally corrupt. بعد خیلی جالب سخن میگن واقعا. آقای ترامپ گفتن چی؟ من کوتاه میگم اون چی که گفتن ایشون به فارسی. ایشون گفتن که توی جدیدترین همین مصاحبهشون گفتن که رقیب من در انتخابات بایدن نیست. اصلا بایدنی که حتی به سوال یک سوال ساده رو نمیتونه جوابش رو بده و اصلا نمیدونه زنده است که زنده است یا زنده نیستش، زنده است یا مرده است، من با رقابتی ندارم بکنم دیگه. کسی که واقعا یه سوال ساده رو نمیتونه جواب بده و اصلا نمیدونه زنده است یا مرده، میگه من با یک حزب فاسد و رسانه های فاسدی که کاری جز خرابکاری نمی کنن با اونها باید رقابت کنم. یا راست میگه دیگه، رسانه ها همشون، نشریات مختلف، منظور روزنامه ها و مجلات و اینها، رسانه های اینترنتی، یوتیوب و این، حضورتون از کنم توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و اینا، حالا واقعا تلگرام متفاوت عمل میکنه اینها، و رادیو تلویزیون ها، که تلویزیون ها اینا همه در دست در واقع دموکرات هاست و بسیار بسیار مزخرف عمل میکنن. نظر میکنید اینکه من با اونا الان باید مبارزه بکنم؟ این که اصلا خودش هم نمیدونه زنده است یا مرده. برحال این مصاحبه جدیدشون بود، فکر کردم که بد نیست شما نازنین الان بدونید. و دیگه اینکه در کل جمهوری خواهان، حزب جمهوری خواهان، رپابلیکن ها بعد از رفتن آقای ترامپ تازه فهمیدن که در چه گرفتاری و دردسر عظیمی در واقع گرفتار شدن، روبرو شدن. ملاحظه میکنین تا موقعی که آقای ترامپ بود، خب برخورده با شخص آقای ترامپ بود و ایشون خودش پاسخ میداد و سعی میکرد مسائل رو حل بکنه و برخی از جمهوری خواهان که اصلا کارشکنی میکردن، معلوم نبود از کجا برحال چیزی رسیده، چیه که اینجوری کارشکنی میکنن و دروغ پردازی میکنن برحال. ولی الان که ایشون از کاخ سفید رفتن، این مدت چند ماهی که رفتن، تازه جمهوری خواهانی که در واقع پاکترن از سایر جمهوری خواهی که با آقای ترامپ خیلی مخالفت میکردن، تازه فهمیدن که وجود ایشون چقدر مهم بوده و چقدر اینها الان این دموکرات ها دارن کارایی میکنن که به زیان امریکاست، نه تنها به زیان خاورمیانه و کشورهای اون اطراف هستش، بلکه به زیان خود امریکاست، خود ملت امریکاست، خود کشور امریکاست. اینی که خیلی به جنب و جوش افتادن و میخوان در واقع کاری بکنن که یه سدی بسازن در راه این آقای بایدن و گروهش که دارن کارهای عجیب غریبی میکنه که اصلا امریکا رو به نابودی بکشونه. واقعا لازم کنین این
نظر شخصی منه، از اون چی که در حال دنبال میکنم و میبینم که چقدر جمهوری خواه به تکاپو افتادن و اینها جمهوری خواه دولت بایدن رو مورد تحقیق قرار دادن و بسیار بسیار هم مخالف هستن با مذاکراتی که الان دولت بایدن داره در اتریش، در گراند هتل اتریش در وین با جمهوری اسلامی میکنه در رابطه با بازگشت به برجام و برداشتن تحریم ها، که جمهوری خواه دارن در کنگره تلاش میکنن که قانونی رو به ثبت برسونن که بایدن و دولت بایدن نتونن سر خود تحریم های جمهوری اسلامی رو بردارن و این موضوع حتما به کنگره بره. البته به کنگره هم بره، باز من فکر میکنم که جمهوری خواه با مشکل روبرو خواهند بود، چرا که درصد دموکرات ها هم در کنگره هم در سنا نماینده هاشون بیشتر از در واقع جمهوری خواه هستن. حالا با تقلب رفتن بی تقلب رفتن، حالا تو حرف بزنیم یوتیوب میبنده، یوتیوب وایستاده ببینه کی هر حرف حق میزنه زودی سانسور کنه و ببنده. بابا این چه جور آزادی بیان چی شد؟ پس ما باید بتونیم که حرفمونو بزنیم، حالا هر کی هم معترضه میاد اعتراض میکنه، ولی اینکه سانسور میکنه به طور کلی این خیلی عجیبه. ببینیم جمهوری خواهان جدیدن چه تحریر رو دادن. مهندسی عشقان این خواهش میکنم لطف فرمایید کلیپ شماره 3 تصویره، ولی میخوام بذارید که من بخونم مطالبش رو، چون به انگلیسی بوده من به فارسی ترجمه کردم برای بینندگان بگم. حضورتون عرض کنم که جمهوری خواهان یعنی من ریپابلیکن هم دولت بایدن رو به دلیل نادیده گرفتن تحریم های سوریه برای جلب رضایت رژیم ایران مورد تحقیق قرار میدهند، چون چیز دولت سوریه با جمهوری اسلامی کار میکنه دیگه، دلش میخواد رضایت جمهوری اسلامی رو داشته باشه که جمهوری اسلامی حامیش باشه همیشه، و بر همین هم تحریم ها رو نادیده میگیره سوریه در رابطه با ایران، و حالا دولت بایدن هم در واقع نادیده میگیره کارهای سوریه رو. لازم کنید که به همین جهت هم جمهوری خواه دولت بایدن رو مورد تحقیق قرار میدن. و واشنگتن فری بیکن نوشته نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا عدم موفقیت بایدن در اجرای تحریم های سوریه را به عنوان بخشی از تلاش برای مماشات با رژیم ایران، اصلی ترین حامی بشار اسد در سوریه توصیف کردن. آفرین. خب این که ما میدونستیم همیشه، ولی خوبه که به زبون آورده. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم همیشه به زبون می آورد موضوع رو مطرح میکرد، حالا جمهوری خواه هم موضوع رو مطرح کردن. برحال بخشید روزنامه واشنگتن فری بیکن این نشریه ایشون، واشنگتن فری بیکن در گزارشش به تاریخ 5 خرداد هستش، مال 4 روز پیشه، میگه نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا بعد اسمشون گفته براین استیل، جیم بنکس و جو ویلسون در یک موضع گیری گفتن امتناع دولت بایدن از اجرای تحریم ها را نتیجه تداوم همان دیپلماسی این دولت با رژیم ایران میدونن که هدفشون چیه؟ تحکیم توافق هسته‌ای تجدید شده است. یعنی هدف دولت بایدن چیه؟ اینه که همین توافق هسته‌ای، منظورش همون برجامه، اون رو دوباره تجدید بکنه. لازم کنیم نمایندگان جمهوری خواه مطرح کردن که رژیم ایران بارها و بارها با ارسال محموله های نفت خام به اسد تحریم های مصوب کنگره آمریکا را
در مورد سوریه نقض کرده است. بله بله، بارها بارها رژیم ایران نفت خامو با اینکه تحریم بوده نبایستی که میبرده به سوریه، برده داده. حالا آقای ترامپ خود کشتی که حامل نفت خام بود در واقع مصادره کرد و آورد نفتش هم گرفت، اما اینا دولت بایدن این کارا رو نمیکنه. و به حال جمهوری خواه گفتن که این امر همچنین تحریم های رژیم ایران را با هدف جلوگیری از تجارت نفت و قطع منابع درآمد این رژیم تندرو نقض میکنند. بله بله، ادامه این کار که داره انجام میشه در واقع نقض میکنه دیگه، تحریم ها رو که برای جمهوری اسلامی که گذاشته بودن نقض میکنه دیگه، نقضش هم ادامه پیدا میکنه. به هر حال واشنگتن فریبرگن نوشت نسخه از خواسته های نمایندگان جمهوری خواه روز سه‌شنبه به کاخ سفید ارسال شد. لازم حالا این خیلی ممنون مهندس سیاوش خان، اگه ممکنه بیم داخل. حالا به هر حال این اعتراضات رو جمهوری خواهان نوشتن و دادن به کاخ سفید. حالا کار به کجا میکشه؟ آیا موفق میشن که جلوی کارهای عجیب غریب بایدن رو بگیرن؟ عجیب غریب نیستش، از اول اینا میخواستن بیان رو کار دموکرات ها که برن با جمهوری اسلامی دوباره بسازن دیگه. این بود داستان، دعوا سر لحاف ملا بود که با هر کلکی که بود از نظر من و همتون از نظر آقای ترام، با هر راهی که بود کلکی که بود اومدن به هر راه رفتن تو کاخ سفید که این کار رو بکنن. از وقتی که رفتن اون تو کاخ سفید یک قدم مثبت برای خود امریکا بر نداشته بایدن، برای خود امریکا هرچی کرده منفی بوده. تمام کارهایی که ترامپ کرده بود همه رو همون روز اول لغو کرد، مثلا همون دیواری که به اون خوبی ساخته بودند و پیش رفته بود همون جوری نصف کاره دستور داد ول کنن، بقیهش رو نسازن. بعد از همون قسمتی که بازه همین جور میان یه سری قاچاقچی میان، قاچاقچی مواد مخدر و انسان، ملاحظه میکنید؟ بچه ها رو از اون بالا پرت میکنن پایین، میدازن این طرف توی امریکا بدون پدر و بدون مادر، معلوم نیست اینا رو باید چی کار بکنن. اصلا یک افتضاح بازی اونجا رو انداختن، ملاحظه میکنید؟ و مردم در ایالت تگزاس بسیار بسیار ناراحت هستن و سناتور ایالت تگزاس آقای تد کروز که یه مرد خیلی مقتدری هم هستش، ایشون دائما معترضه. مواد مخدر فروش ها، قاچاقچی ها، قاتل ها، جانی ها همه دارن نه تنها از مکزیکو کشورهای جنوب امریکا بلکه از کشورهای خاورمیانه ای. خود آقای تد کروز گفت، گفت از کشورهای خاورمیانه یعنی چی؟ یعنی از ایران، از سوریه که میخواد کارهای تروریستی کنه، از همین راهی که نیمه کاره گذاشت بایدن و نذاشت که ادامه پیدا کنه، درست بشه، تمام بشه، از وارد امریکا میشن. خب این صدمه در مرحله نخست به خود امریکا و امریکایی داره میخوره. از اون طرف اکثر ایالت هایی که فرمانداراش دموکرات هستن بودجه پلیس رو کم کردن، در نتیجه چیه؟ قتل و جنایت و دزدی و تجاوز، اصلا افتضاح. هیچ امنیتی نداره دیگه امریکا، به ویژه در ایالت های دموکراتش هیچ امنیتی نداره. در همین سنوزه چند روز پیش یارو بلند شده با حماس هستن 9 نفر رو کشته. میری از بال پول بگیری، از دستگاه اگه پول بگیری، تا حالا چند نفر رو زدن و کتکشو زدن و پولاشون هم گرفتن و رفتن. با خانمایی که مسن‌ترن وقتی میدن سوپرمارکت خرید میکنن میان بیرون، یه فصل کتکشون میزنن، کیفاشون رو میگیرن، مواد خوراکیشون هم که توی این چیزا هستش اونم میگیرن و میبرن. حالا اونا هیچی، کتکی که به خانم مسن میزنن ممکنه یه خوریزی مغزی کنه، دستش بشکن، پاش بشکن، چون اینا استخوناش دیگه نرم شده، سن ازشون گذشته. یه همچین مملکتی ساخته آقای بایدن و حزب دموکرات، آخه یعنی که چی؟
بودجه پلیس چرا کم میکنی؟ پلیس کارش امنیت برای کشور. مسخره بازی واقعا شورش رو در آوردن. چه مملکتی ساختن از امریکا؟ واقعا این امریکا خیلی متفاوته با امریکایی که 20 سال پیش من آمدم درش، از اروپا آمده امریکا. یه آقای ترامپ پیدا شد که واقعا داشت برای این مملکت کار میکرد، که ببینید چه بساطی رو انداختن. از روز نخست که انتخاب شد، هنوز نرفته بود به کاخ سفید، هیچی بهش تهمت زدن که آره روسیه در انتخابات دست داشته. روسیه که با شماها رفیقه، در انتخابات دست داشته، تقلب کرده فلان. این چه بساطی رو انداختن. هر روز یه چیزی، آقای ترامپ مالیاتاشو نداده، شماها دادین. آقای ساندرزی که میلیاردری و میگی من سوشیالیستم و فلان، یعنی کسی که سوشیالیسم یعنی چی؟ یعنی که اشتراکی باشه. خب پولاتو بیار یه خورده بین همون اون سیاهانی که دوست داریشون و آنتیفاها و نمیدونم بلک لایف ماتر و اینا تقسیم کن دیگه. مگه سوشیالیسم نیستی؟ برای کی میخوای این؟ برای مردم میخوای این کار بکنی؟ شما خودتون سرکرده ها نه، درست مثل سایر کشورهای کمونیستی، مثل خود شوروی، مثل خود کوبا، مثل خود چین. اینا اونا که در رسن همه وضعشون خوبه. مگه استالین در کاخ کرملین زندگی میکرد؟ کاخی که تزارای روسیه زیباترین و بزرگترین، که زیباترین و بزرگترین کاخهای دنیاست، کاخ کرملین. تو حزب کمونیستی، رهبر حزب کمونیست شوروی که در واقع معتقد کمونیست به دیکتاتوری کارگران، قشر کارگر و سایرین باید دیکتاتوری بکنن، همه چیز باید اشتراکی باشه، هیچی از خود. حلقه ازدواج زنه رو از دستش در آورده بودن، زار زار گریه میکرد. خانم خیلی مسنه، مال خیلی سال پیش، 20 سال پیش که من آلمان بودم داشتم تلویزیون نگاه میکردم، با یه زن روس خیلی مسن مصاحبه میکردم و از دوران استالین داشت میگفت که چه بلایی به سر این مردم روسیه آورده، چه کشتاری کرده، وسایل بیل و کلنگ کشاورزان میگرفتم و اموال دولتی دست نزد. ای بابا. و خودش تو کاخ کرملین زندگی میکرد و بهترین خوراک ها و بهترین تفریحات و اینا رو داشت. ظاهر امر یه دونه از این لباس سربازی ها میپوشید، ولی بهترین خوشگذرانی ها رو داشتن. لازم کنید حالا حکایت سوشالیست بازی این گروهی که اینجا در امریکا اومدن و میخواد سوشالیست بیارن، همشون میلیاردر و پولدار و وضع خوب، خونه ها آنچنانی. این خانم وایس پرزیدنت آقای بایدن، کاملا هریس، این به لس آنجلس زندگی میکنه. هر پنج شنبه میاد، یک شنبه برمیگرده. حالا برای اومدنش چه بساطیه؟ من در لس آنجلس زندگی نمیکنم، ولی دوستانم اونجا زندگی میکنن، بعضیشون هم نزدیکن به خونهشون. بینا بساطی را میندازن، اصلا همه جا رو غرق میکنن و خیابونا رو میبندن و چقدر خرج سکیوریتی این میشه که این بیاد چهار روز بمونه برگرده بره واشنگتن. خب اما تو مگه وایس پرزیدنت نیستی؟ چهار سال باید معاون رئیس جمهور باشی. خب برو اونجا یه آپارتمان بگیر، اینقدر خرج برای دولت نتراش اگه راست میگی. آقای ترامپ در تمام مدتی که رئیس جمهور بود هم پول بادیگارداشو خودش میداد، اصلا بادیگاردای خودش آورده بود، از بادیگاردای کاخ سفید استفاده نمیکرد، هم یک سنت حقوق نگرفت. هر ماه این حقوق رو به یک سازمان خیریه بخشید. یه همچین مردی که برای مملکتش فقط کار میخواست بکنه، برای ملتش میخواست کار بکنه، به چه بساطی واسش در دو دفعه هم استیضاحش کردن، هنوزم دستفردار نیستن. آره خانم نانسی پلوسی دوباره یه طرح تهیه کرده که بررسی کنیم علت حمله به کاخ سنا
در 6 ژانویه که به چه دلیل بوده. بلکن آقا کلی زن سفید رو میکشن و مرد سفید رو میکشن و بلا سرشون در میارن و پولشون رو میگیرن و تجاوز میکنن و به خونه هاشون حمله میکنن، هیچی، پلیس رو میکشن، صداتون در نمیاد، گیر دادین به این؟ برای اینکه میدونین آقای ترامپ بیاد وسط میبره، دفعه پیشم برده بود، میدونین اینو. برحال اما در رابطه با ایران خدمتتون بگم که چقدر فرصت داریم، خدمتتون بگم که در ایران تقریبا میتونم بگم جای جای ایران تظاهرات پونتا، هر بخش هر عده به یه دلیلی تظاهرات دارن. ملاحظه میکنین مثلا در اهواز و برخی از شهرهای نفخیز جنوب، حضورتون عرض کنم که کارمندان و کارگران شرکت نفت تظاهرات کردن، اعتراضات خیلی وسیع به خاطر که حقوقشون کمه، درآمدشون کمه، نمیتونن زندگی کنن. اینا خیلی هم جمعیتشون زیاده. مهندسی اشقایی لطف بفرمایید کلیپ شماره 4 رو بذارین، خیلی ممنون میشم، مرسی. جاهای دیگه هم شلوغ هستش، اعتراض دارن نسبت به الان بازنشستا، معلمین اینا، ولی میبینید تکه تکه هست. بابا به هم بپیوندید، یعنی الان اینا که برای نفت، برای کارمندان شرکت نفت که برای حقوقشون معترضن، و یا کارمندانی که معلمین و آموزگاران که باز برای حقوقشون معترضن، اینا آقا جان هر بخش در یک، یعنی هر گروه در یک بخش هست، بخش از شهر یا کشور هستن، به هم بپیوندین. چرا این هدر میره اینجوری، هرز میره اصلا. این زحماتی که میکشید میاد تو این آفتاب سوزان و قطعی برق و این بدبختی و بیابی و اینا و کرونا و اینا، میاین در واقع تظاهرات میکنید برای حق حقوقتون، اخلا یاد بگیرید که متحد بشید با هم که یک جمعیت چشمگیری بشه که هم دنیا ببینه و هم جمهوری اسلامی حریف نشه که سرکوب بکنتتون. خب اینجور تکه تکه باشه میرزه تودون، چه میدونم، سرکوب میکنه و متفرقتون میکنه بدونی که به حق حقوقتون دست پیدا کنید. برای که با هم مشترکاً عمل بکنید، از طریق اینترنت ارتباطاتتون رو برقرار کنید، میتونید خود به جوانان مبارز خیلی راه و چاش و خوب بلدن. خب متحد بشید با هم یک گروه میلیونی را بندازید. بابا در تهران که یه شهر 14 میلیونیه، یعنی 1 میلیون نمیخواد بیاد بیرون. خب وقتی 1000 نه 2000 ساعت و 5000 تا میایم بیرون، اینا نیروهای انتظامیشون از جاهای مختلف کشور همه رو جمع میکنن، این یه جا متفرق میکنن، اون 5000 تا رو یه درم میزنن و دستگیر میکنن و میکشن و از افتضاح بازی. ولی وقتی میلیونی باشه نمیتونن، حریف نمیشن. در 2-3 تا شهرهای بزرگ ایران میلیونی همزمان تظاهرات بشه، ندارن اصلا نیرو. پیش از این که بایدن تحریم ما رو برداره که پول تو دست بالا اینا فراوون بشه، حتی گروه های نیابتیشون هم دیگه پولی ندارن که بخوان بیارن برای سرکوب مردم ایران.
حضورتون عرض کنم که واقعا خب الان همه میگن رأی ندید. خب بله، این یه چیز دیگه. واقعا اگر کسی اینقدر بی اطلاع، نادان و کودن باشه که فکر کنی که بازم باید بره در انتخابات اینا شرکت کنه بین مثلا این چهار تا نماینده‌ای که گذاشتن، به قول یا آقای تو اینترنت میگفت چهار تا پنج تا موز گذاشتن، میگن از بین این موزا یه پرتغال انتخاب کن. نمیشه که. راست میگه دیگه، همشون میزنن اینو که از شورای نگهبان صلاحیتشون رد شده، یعنی قبول شده، رد نکرده. خب همشون مثل امن دیگه، میخواین به این به اینا رای بدید. چی شد این 42 ساله که رفتید هی رای دادید چی به نفعتون شد؟ هر روز که بدبختر و بیچاره تر شدید. حالا که مستمری چین واقعا افتضاحه، خیلی افتضاحه. در ضمن اون مدک چینی که با دختران زیر سن قانونی هم بستر می شد و تو اینترنت رک و رفقا شد، در واقع صدا می زد که بیاین و عکس ها رو می انداخت و اینا، که بیاین اینجا خیلی دخترای زیر سن قانونی هستن و مفته و بیاید و خوش بگذرونی. یعنی بعد از عربا که اومدن تو مشهد و اینجور جاها، خوزستان، اینا با زن دختر ایرانی همبستر شدن و افتضاح بازی کردن، حالا مونده این چینیای عجوج مجوج بیان توی ایران این حرکات رو بکنن. حالا نمیدونم چی شده، بهش اعتراض زیاد شده یا هرچی، ترسیده، معذرت خواهی کرده. عذرخواهی فایده نداره. مدک تو این کثافت کاری رو کردی، بعدم داری تبلیغ میکنی برای بقیه رک و رفقات بیاین اینجا همه چیز هست. واقعا که باید حسابتون رو برسن مردم، اگر واقعا غیرت بکنن و حساب شما رو برسن. خجالت نمیکشین؟ چقدر رو دارین شما؟ البته کسی که مار و قورباغه و خرچنگ و نمیدونم هر چیزی که تکون میخوره میخوره دیگه، افتاده به مال و منال مجانی، همه چیز در دسترسشه دیگه، معلومه بهشت موعوده براشون الان ایران. به هر حال این سپاه پاسداران که به درستی آقای ترامپ رو در لیست تروریست ها قرار داد، که حالا کشورهای اروپایی هم، من به کشورهای اروپایی راستش رو بخواین هیچ اعتقادی ندارم که یک کار مثبت انجام بدم برای مردمی که در ممالک خاورمیانه دارن زندگی میکنن. همش در فکر اینه که چجوری بچاپن اونجا رو، همین لازم که همین. ولی خب حالا ظاهر هم برای که گاه عقب نیفتن میگن از امریکا، میگن آره ما هم داریم صحبت میکنیم که ببینیم سپاه پاسداران جزء حزب تروریستا بذاریم، گروه تروریستا بذاریم یا نه. بذارید دیگه، گذاشتین دیگه، بعضی از تو از کشورها گذاشتین، ولی میبینیم سپاه پاسداران پرچمشو گرفته وسط خیابونای لندن داره مانور میده. لازم میکنیم حالا این سپاه پاسداران که واقعا مردم ایران رو بدبخت و بیچاره کرد، که کل یعنی هر چیزی که بگی، هر تجارتی که بگی، هر کاری که بگی پول توش داشته باشه در دست سپاه پاسدارانه. از فروختن اشیای تاریخی ما گرفته تا آب و برق و نمیدونم حضورتون از کنم خاک زمین ایران، خاک حاصلخیزش و نمیدونم سنگهای کوه دماوند که بده اونجا کشورهای حوزه خلیج فارس جزیرهای مصنوعی بسازن، همه چی، هر چی که بگیم سپاه پاسداران در دستش رو داره میفروشه و از بین میبره. بابا زاینده رود که به اون پهنا آب میرفت، خشک خشک مثل کبریت شده، تش ترک خورده زمین. آخه این آبا رو اینا رودخونه ها رو کش میکنن به کجاها فروختن خدا میدونه. یعنی خدا آخونده گفته بود که اگر ما بخوایم بریم یه زمین سوخته ای براتون میذاریم که هیچ کاری نتونیم بکنیم. راست هم میگن گفته، یعنی بغیر از که اینا رو فروختن، آب و برق و جنگل و درخت و بیابون و همه رو فروختن، دارن با این حضورتون از کنم که مواد رادیواکتیوی که چین بیاد واسه ما بخواد کار بکنه یا روسیه، کل مملکت رو اصلا چیکار کردن؟ آغشته کردن به مواد رادیواکتیو که اصلا
قورباغه سپاهه میشه، چهارچشمه میشه، نمیدونم فلان میشه، بچه ها ناقص الخلقه دنیا میان، اصلا یه به در یک در میون همه سرطان دارن تو ایران. چه خبر شده؟ مال همینه دیگه. حالا سپاه پاسداران میدونیم که فروش مواد مخدر چه داخل چه خارج از ایران، یعنی صادراتش و وارداتش و کشت و زرعش و اینا همه دست خود سپاه پاسدارانه، که مردم ایران جوانان ما رو اونجور متاسفانه به انواع مواد مخدر معتاد کردن که جوان ایرانی نتونه بلند شه اعتراض کنه یا خواستش رو بخواد یا به دنبال حقش بره، انقدر باشه که مواد بکشه و بیهوش بشه یا خمار باشه یا نمیدونم نشه باشه یا از این چیزا دیگه، یا اصلا جون کار اعتراض کردن نداشته باشه. حالا داره مواد مخدر رو سپاه پاسداران به کجا میبره؟ به سوریه هم میبره. از قرار در سوریه، حالا یه بخشش دیگه غیر از نوار غزه، خب بخشای دیگه، آخه حافظ اسد باله برای بار هزارم رئیس جمهور شد، اینم جمهوری. خانم و آقایون طرفدار جمهوری، خوب گوشاتونو باز کنی، چشماتون هم همینطور، جمهوری 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 بستگی به وضعیت فرهنگی یک ملت، جمهوری همراهش دموکراسی نیست، چنان که جمهوری میگید این اسمش اسلامیه، اما جمهوری سوریه که دیگه جمهوری اسلامی نیستش که. ببینید مردک تا بود باباش پشت سر هم رئیس جمهور میشد، بعد رئیس جمهوری ارث رسید به پسرش، خب اینکه از سلطنت صد برابر چیستره که، دیکتاتوریتره که، سلطنت دیکتاتوری که شماها میگید، حتی سلطنت بدون مجلس بدون پارلمان، اینی که اینا دارن در سوریه دیکتاتوری تره. خب حالا فکر کنم یه سری در سوریه اعتراض چیزی میخوان بکنن به این کارهای بشار اسد، قبلا هم کردن، گرفتن، کشتن، زدنشون، غیره. حالا هرچی، حالا سپاه پاسداران داره مواد مخدر رو به سوریه صادر میکنه که جوانای اونجا رو هم کلن مثل ایران همه رو معتاد بکنه. اینم میبینیم و بعد میریم 20 دقیقه بعدش وقت داریم بریم سر سخن هفته. اینو ببینیم مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید، شماره 5 هست، خیلی ممنون میشم. بیش از 3000 تاجر مواد مخدر در سال 2018 در کشوری که تحت نفوذ سپاه به سر میبره دستگیر شدن. بیش از 60% از معتادان به مواد مخدر تو این کشور از جوانان و دانش آموزان هستن. درست حد زدید، این کشور سوریه است. اما چه کسی مسئول این فاجعه انسانیه؟ سال 2013 حزب الله لبنان و شبه نظامیان سپاه شهر قصیر سوریه رو به کنترل خودشون درآوردن و بعد از اون 100 کیلومتر مربع از زمین‌های کشاورزی قصیر رو زیر کشت حشیش بردن. همچنین با چیره شدن شبه نظامیان سپاه بر مساحت وسیعی از مرز سوریه و لبنان، همچون شهرهای قلمون و زبدانی، کشت مواد مخدر تو این مناطق که در نزدیکی مرز لبنانن به شکل گسترده‌ای آغاز شد. تا اونجا که شبه نظامیان سپاه در شهر قصیر و یبرود کارگاه‌هایی برای تولید و توزیع مواد مخدر در سوریه ساختن. در سال 2019 در سوریه 700,000 قرص روانگردان و 275 کیلوگرم حشیش کشف شد که شبه نظامیان سپاه اونها رو آماده فرستادن به استان درعا و سویدا می‌کردن. شبه نظامیان سپاه از پایگاه‌های نظامی خودشون برای پنهان کردن مواد مخدر از چشم اداره مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کنن. شبه نظامیان حکومت ایران از 1600 خرده فروش جهت توزیع و فروش مواد مخدر در مناطق تحت سیطره نیروهای بشار اسد استفاده می‌کنه. همونطوری که سپاه با توزیع مواد مخدر در ایران و درگیر کردن بسیاری از جوانان ایرانی با مواد مخدر اونها رو خاموش کرده، به نظر میرسه در صدد اینه تا جامعه سوریه رو هم در منجلاب مواد مخدر غرق کنه تا بتونه به آسونی بر تمام مناطق این کشور چیره بشه. بله، اینم از سپاه. حالا دوران آقای ترامپ دست و پای سپاه و جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به فکرش این اواخر به کلی گرفته شده بود، جلوش دست پاش بسته شده بود. حالا با آمدن آقای بایدن و این دولت دموکرات ها، این سپاه چه داره میکنه دوباره؟ وا ویلا، لازم کنین.
واقعا واویلا، نه فقط در ایران، در تمام منطقه چند تا گروه تروریستی زیر دست سپاه کار میکنه. خب مخارج ایران رو دولت ایران تامین میکنه دیگه، جمهوری اسلامی تامین میکنه، از چی؟ پول ملت ایران. ملت ایران باید اونجور در فقر و گرسنگی بمونن که برن خودکشی کنن. بابا نکنین این کارو. چرا خودکشی میکنین؟ اقلا پاشین برای حقتون یک مبارزه بکنین، بعد اگر کشته بشید اقلا یه مبارزه کردید برای گرفتن حقتون. چرا خودتون رو میکشین؟ از خداش جمهوری اسلامی که شما خودتون رو بکشین، از خداشه که شما جوانای مملکت خود یکی خودشو میبنده به سن به نیمکت پارک نفت میریزه رو خودش آتیش میزنه خودشو. بابا نکنید این کارا. چه صحنه های دلخراشی، چقدر ناراحت کننده، چقدر من قصه میخورم واقعا این چیزا رو میبینم، چقدر قصه میخورم، چقدر ناراحت میشم، چقدر دلم میگیره، چقدر گریه میگیره که واقعا مردم مملکت ما ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین کشورها از نظر منابع و معادنی که داره، اون وقت باید اینجور مردمش در فقر باشن که خودکشی کنن، خودشون آتیش بزنن؟ یکی دوتا نیستش، دائما هر روز دارن یکی دوتا، یا تو ایران نزد شهرستانهای دیگه این ور اون ور خودکشی میکنن، یکی از بالای پل میندازه پایین، و بدترین نوعش هم همین آتیش زدنه، خودشون آتیش میزنن. بابا نکنین این دیگه، یه نوش کشتن با شکنجه، از خودتون با شکنجه میکشید، از خداش جمهوری اسلامی، بالا میل اون دارین کار میکنین. پاشو اعتراض بکن، یه سمی چیزی داشته باش که اگر فکر میکنی دستگیرشی طاقت شکنجه های اینا نداری اون موقع بخور، ولی پاشو اول مبارزتو بکن برای گرفتن حقت. آقا جون حق گرفتنیه، دادنی نیست، واقعا دادنی نیست. نشستید کی بهتون حقتونو بده؟ اینا اشغال کردن مملکت ما رو، اینا یه سری دشمن ایران و ایرانی هن که مملکت رو دارن غارت میکنن، شما واسه خاطر اینا میرین خودکشی میکنین، فهم میکنین ناراحت میشن، از خداشونه. اصلا شما رو مخصوصا تو این یأس و ناامیدی میبرن که یا به مواد مخدر رو ببرید یا خودتونو بکشی، اونا هم راحت به چاپن. چقدر اینها گروه های نیابتی تشکیل دادن، گروه های تروریستی که همش پول ملت ایران داره خرج اینا میشه. واقعا این بایدن و دولتش خیلی بی حیان اگر بخوام به برجام برگردن و پول مفت دوباره بذاره در اختیار این تروریستا. واقعا یک کشور تروریستی که کل دنیا رو دچار تروریسم کرده، ببینید کل منطقه رو. آخه ببینید چند تا گروه اینا دارن، حالا سپاه قدسشون که هیچی، خاک تو سرشون هستش، اون وقت حشدالشعبی هستش، کتایب اهل حق هستش، خدمت شما بگم حزب الله لبنان سوایی، حزب الله عراق سوایی که خرج اینا رو میده، خدمتتون بگم فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حوثی‌های یمن، همه پول ملت ایران رو داره خرج این تروریست ها میکنه. که داعش هم که فهمیدیم در دوران آقای ترامپ کار خود ایناست، خود قاسم سلیمانی ساختتش با نظر آقای اوباما، وقت جنگ سنی شیعه رو انداخته، همش کلک بود، همش کلک بود. چه جنایاتی این داعش کرد که بعدا فهمیدیم سرکرده اصلش قاسم سلیمانیه، خوب زدش جزغالش کرد، دستش در نکنه آقای ترامپ واقعا، بدون که جنگی بخواد راه بندازه رفت سرکرد 4 تا از سرکرده های این جنایتکارا رو زد. داعش مون بی پدر، چقدر جنایت کرد این داعش. وقت این سازمان حقوق بشر که لالمونی گرفته از زمانی که فقط حقوق بشر مال شاه بود، حقوق بشر رعایت نمیشه که
در طول تاریخ 1400 ساله ما از بعد از حمله عرب تا به امروز در تنها حکومتی که در ایران حقوق بشر به تمام معنا رعایت میشد دوران محمد رضا شاه پهلوی بود. دوران محمد رضا شاه پهلوی بیشترین آزادی ها در ایران بود، یعنی دموکراسی کامل بود. در طول 1400 سال از بعد از حمله عرب تا به امروز در دوران محمد رضا شاه برای نخستین بار دموکراسی کامل بود، آزادی بیان بود. حضورتون عرض کنم که این چیزایی که میگن نبود، حقوق بشر کاملا رعایت میشد، اعدام ها بسیار بسیار در اقلیت بود، فقط تروریست ها و جنایتکار ها اعدام میشدن، محاکمه میشدن، بقیه شون هم تازه تو زندان بودن، خیلی هاشون تروریست بودن، آدم کشته بودن، تو زندان بودن که این بختیار آوردشون بیرون که انقلاب 57 درست شد و 22 بهمن به راه افتاد. ملاحظه میکنی؟ آخه این جنایتکاران تروریستی مثل تروریسم، مثل این رجوی و خود هاشم رفسنجانی و اینا که در ترور دست داشتن، چرا اینا را آزاد کرد آقای بختیار؟ وقت میگن حرف حق نزن سرتو میبرن، من میگم واقعیت ها رو. تمام این و حقوق بشر به طور کامل در دوران محمد رضا شاه اجرا میشد و عمل میشد. هی سازمان‌های حقوق بشری، همه این دموکرات‌های آمریکا، آره شاه دیکتاتور، شاه جنایتکار فلان. بعد از اینکه شاه رفت، این دیوانه‌های وحشی جنایتکار اومدن، دیگه هیچ کس اصلا از حقوق بشر سخن نمیگه در هیچ ارتباطی. جنایاتی که داعش از ایزدیان عراق کرده، اصلا اگر که بدونید دقیق، واقعا اگر انسان یک کمی رعوف باشه، یک کمی حس بشری در وجودش باشه، واقعا چند شب بیخوابی میکشه. صحنه هایی که با این ایزدیان عراق کردن، که اینا ایرانی هن، اینها ایرانی هن، نسل در نسل، چون با خودشون هم ازدواج میکنن، نمیذارن از عرب قاطیشون بشه و دینشون هم یه چیزی بین میترائیسم و زرتشته. و که ابتدا در اخبار این داعشی ها که میریختن اینا رو میکشتن، اینا میگفتن در اخبار، میگفتن یزیدیان، یزیدیان، یزیدیان چه خودتون حرف در میارین؟ ایزد، ایزد واژه کامل فارسی نام خداوند آفریدگاره، اینا ایزدیان هستن. چه کردن با اینا در قرن 21؟ تمام مرد مثلا دختره رو جلو چشمش، دختره 14-15 سال، جلو چشمش پدرش رو کشتن، برادرش رو کشتن، اون وقت مادرش رو چون مسن‌تر بود به دردشون نمیخورد، نفریختن و آتشی زدن، دختره رو گرفتن 7-8 تایی کشون کشون، یک به یک بهش تجاوز کردن. واقعا یک کلیپ دیدم حالم خیلی بد شد، مال پارساله که دیدم، مثلا چند روز نمیتونستم بخوام از بس که قصه خوردم و ناراحت شده بودم. آخه انسان میتونه یه خورده حس انسانی در وجودش باشه و این صحنه رو میبینه ناراحت نشه؟ بعد که خوب هی تجاوز کردن، دختره قش کرد و ضعف کرد و مریض شد و فلان، بعد گذاشتنش برای فروش. همین کارا رو میکردن با تک تکشون، با ایزدیان همین کار کردن، چون از نظر داعش اینها ایزدیا به طور کلی کافرن، کافرایی که اهل کتاب نیستن، چون در قرآن اومده کافرای اهل کتاب کیا هستن؟ یهودیان هستن و مسیحیان هستن و صائبون. صائبون یه فرقه از یهودیته که عیسی مسیح رو به عنوان همون نجات دهنده قبول داره، که اینا از نظر اسلام و قرآن اینا کافرهایی هستن که کتاب داره، اهل کتاب هستن. خب اینا رو میگه نه اینجوری نکشینشون این کارا رو، ولی بهشون میتونین هر بلای کنیزشون کنین، تجاوز کنین اینا، ولی کسانی مثل ایزدیان اینا رو، یا مثلا بودیسما، بودایی ها، هندویا، اینا رو اهل کتاب نمیدونه قرآن، یعنی اینها رو کافر حربی هن. هر کاری میخوای باشون بکنی بکن، بکش،
آتیش بزن، تجاوز کن، مسلحش کن، دست و پاشو سر کلهشو قطع کن، تیکه تیکه آویزونش بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن. یک بلاهای سر این وقت سازمان حقوق بشر یک کلام، یک حرفی در ارتباط با این ایزدیان بیچاره نزد، یا یک در واقع پولی فراهم بکنه که ببره اینا رو نجات بده از اونجا. هنوز که تنوزه اینا خون زندگیشون رو خراب کردن، رفتن تو کوها، تو کوهای نزدیک کردستان عراق که امن باشن، امن تر باشه، اونجا همه چادر زدن، اونجا تو این چادرها دارن زندگی میکنن با بدترین نوع زندگی که ممکنه. هر روزم وحشت دارن که دوباره یه سری دیگه این وحشی ها بهشون حمله نکنن. کی بود؟ کی ساخته بود داعشو؟ همین ها داعشو ساخته بودن، سرکردش هم سلیمانی. بعد این مردم ایران میترسیدن که اگر که سپاه قدس نباشه، اگر که آقا سلیمانی نباشه، اگر جمهوری اسلامی نباشه، داعش میاد تو ایران. داعشو خود اینا ساختن، سوریه رو کرد از سوریه به اون روز انداختن. حالا که وقتی میگم سوریه رو جمهوری اسلامی به این روز انداخت، حالا همین الان هم که میبینی سپاه پاسداران تازه مواد مخدر رو ببره اونجا، کشت و زر کنه و بده مردمش رو، جووناش رو معتاد کنه. این رژیم از پای بست ویران است. این رژیم تا زمانی که برداشته نشه، نه تنها ایران بلکه کل منطقه و هیچ جای دنیا آرامش به روی خودش نمیبینه. از اولم تروریست بود، هنوزم هست و خواهد بود اگر بمونه، و تروریست پرور و گروه های تروریستی ایجاد کردن. و درد اصلیمون هم اسلامه. تا از این مذهب خودمون رو نجات ندیم، بابا یه خورده مطالعه بکنید آخه این دینی رو که اینجور قبولش دارین، هی واژه های عربی رو میخونین بدونین که معنیاشو بفهمین، مثلا دارین دعا میکنین، آخه ببینید چی گفته. اونی که تو داری به عربی میخونی فکر میکنی خیلی خوبه، داره میگه ببری دست پایش را به خلاف، تو بخون فوت کن به سر صورتت، نکنید این کارو. آخه ببینید ما بدبختیمون از چی شروع شده. الان این غرب برای چی این انگلستان انقدر اسلام رو تقویت میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه میدونه بهترین راه تحمیق کشورهای اسلامی همین مذهبه، که تحمیقشون کنه، منابع و معادنشون رو بچاپه، کشت و کشتار کنه، جنایت کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، اینا هم لال هیچی حرف نزنن. ببینید دیگه این کلیپ ها، ببینیم حالا سخن هفته رفت، برای هفته دیگه اشکال نداره. نتونستم خودم رو نگه دارم چون واقعا از کوره به در میرم و اختیارم دست خودم نیست، اینقدر که دلم میسوزه و ناراحت میشم. بفهمید اشکال کار از کجاست، مشکل از کجاست. ببینید چی میگه چرچیل شماره 6 مهندس سیاوش خان. این کلیپ رو بذاریم بعد میریم دیگه برای هم بیاریم. نامه رو آقای چرچیل به ملکه انگلستان می نویسه. در این نامه، در بخشی از اون نامه که در سال 1953 بوده، می خونیم که دانسته بشه کشوری متمدن مانند انگلستان چگونه و با چه ابزاری هستی ملت ایران رو برباد می ده. در واقع یعنی دخالت یک کشور خارجی در کشور. چرچیل به ملکه انگلستان میگه از آنجایی که هیچ چیزی به اندازه اسلام نمیتواند اندیشه را مسموم کند و فرد و جامعه را به قهقرا و عقب بکشد، من به شما اولیا حضرت اطمینان میدم تا اسلام در خاورمیانه هست، استعمار کردن ما هم وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. خب این سخن نیازی به هیچ تعریف و چیزی نداره، کاملا روشنه که نگاه انگلستان همیشه و حتی این روزها در همین ایام نگاهش به مردم ایران، به ملت ایران و به کشور ایران چگونه است.
تا زمانی که خودتون نخواهید خودتون رو نجات بدید، هیچ راه نجاتی وجود نداره. خودتون. و مشکل اساسی هم همین مذهبه، همین دین اسلامه. مشکل اصلی و اساسیتون اینه. برید هستش کتاب قرآن، نه تفسیر قرآن. تفسیر قرآن یعنی یارو آیه هر رو خونده، هر جور که خودش بابش میلش بوده تفسیر کرده برات که خوشت بیاد، خوشایند باشه. نه، ترجمه شو. ترجمه آیه قرآن به فارسی هستش، به انگلیسی هست، به آلمانی هست. در این سه تا رو من میدونم چون به این سه تا زبون خوندم. حتما به فرانسه و چیزهای دیگه هم هستش. برید به اینترنت مراجعه کنید یا برید بخرید ترجمه به فارسی شو، برید بخرید بخونید، این ببینید معنیاش چیه، چی گفته بهتون. گفتش دیگه، گفت چرچیل به ملکه انگلیس گفته تا زمانی که اسلام هستش استعمار ما هم هست در منطقه، در خاورمیانه و ایران و کشور اسلام. چرا؟ چون نوشته که، چون میگه که هیچ چیز به اندازه این دین اندیشه را، یعنی خرد رو، مغز رو مسموم نمی کنه. هیچ چیز به اندازه این دین خرد تو رو مسموم نمی کنه، جامعه رو به قهقرا و عقب نمی کشونه. هیچ چیز. به چشم داریم میبینیم آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. این بدبختی که ما الان داریم میکشیم از چی؟ از انقلاب اسلامیه که کردید، که هر روز داریم بدبختر و بدبختر میشیم. دیگه چیزی به عقلتون میرسه که این رژیم ندوزه نخوره؟ هرچی که به عقل انسانم نمیرسه اینا دارم میخورم. الان برق رو قطع کردن. چرا؟ چون به چینی ها زمین رو دادن که بیان اونجا از برق. یه بازی اینترنتی هست، یه مسابقه اینترنتی هست که همه جهان میتونن از نظر از طریق کامپیوتر درش شرکت کنن. اسمش بیت کوینه. بیت که یعنی شرط بندی، کوینم که یعنی سکه. نه؟ هر دقیقه، ببخشید، هر 10 دقیقه یه سوال طرح میکنه این. و کسایی که کامپیوترهاشون هر چقدر فست‌تر باشه و تندتر باشه اینا، برق میتونن زودتر برن رو اون، چون از همه جا، همه دنیا دارن میرن روش که اونو جواب بدن. هر کی زودتر جواب بده نمیدونم چند تا پوینت میگیره، بعد عاقبتش چه جایزه میبرن رو نمیدونم، ولی میدونم برق بسیار بسیار زیادی میخواد. و الان چینی ها دارن این کار میکنن. برای همینم برق ایران انقدر کم شده که تو این وسط تابستون برق دائما قطعه. طرف تو بیمارستان داره جراحی میکنه، بیمار زیر تیغ جراحی میمیره. داروها توی در واقع یخچالا همه خراب شد، گندی، نمیدونم واکسن ها همینطور، داروها همینطور. هیچی اصلا این وسط تابستون گرمای ایران ببینید چه بساطی رو انداخته جمهوری اسلامی. دیگه چیزی به انسان، به عقلش میرسه که در مملکت ما وجود داشته باشه و اینا نفروخته باشن و نفروشن؟ و وقتی ایرانی رو میزنن یه جوری میزنن که بمیره، داریم میبینیم. انگار یه کینه خاصی از این فرد به خصوص بیچاره، مثلا دست فروش لبو فروش یا دست فروش پرتقال فروش یا خیار فروش داره که اینجور این بچه رو میزنه که بمیره. انقلاب اسلامی کنید. لعنت به اون سرکرده های انقلاب اسلامیستا. چی استیگه که بر من اشته؟ آه اینا اسلام متوسط رو داشتن، میانه رو داشتن، بعد اسلامی های تندرو را بودن، چون شاه جلوی اسلامی های تندرو رو نگرفته بود میانه رو را. چرم برند یا چی میشین مینویسین؟ خودتون میفهمین چی داریم میگین؟ تندرو میانه رو نداره اسلام، همشون با هم همکاری میکردن. بازرگان رو به عنوان میانه رو آورده بودیم. مد که نادان کودن بازرگان که پایگزار تمام انجمنهای اسلامی، دانشیان و غیر دانشیان و مهندسین اسلامی و نهضت آزادی و تمام این ابراهیم یزدی و محمد توسلی و این چمران و این جنایتکارا زیر دست همین بازرگان کار میکردن و رفت بودن تقویت شده بودن و اومد بودن این گروه ها رو داخل و خارج از اینا ساختن. خمینی هم که دستش با اینا تو یک کاسه بود،
سنجابی رهبر جبهه ملی که میانه روی اسلامی از نظر تو کسی بوده که اصلا اعلامیه سه ماده‌ای رو نوشته داده دست خمینی؟ خودش میگه، به زبون خودش اینو میگه در تاریخ شفاهی هاروارد هستش، داره میگه، میگه من نشستم آرام آرام این سه ماده رو چی نوشتم؟ سلطنت پادشاهی پهلوی غیر قانونیه، نمیدونم چی، حکومت آینده ایران باید جمهوری اسلامی باشد، این دست خمینی. خب این آقا میانه روی اون و خمینی تون روی هرچی اون بلد نبود که اینا یادش دادن که میخواین چرخ بزنین چرخ بزنین همه چی بندازین گردن شاه دوباره، شورشو دیگه به در بردین. هرچی هم که تلاش بکنید، زحمت بکشید، زور بزنید، دروغ بگید، چاخان بکنید راجب پهلوی ها، باز هم هواخواه دارن. چرا؟ چون مردم به چشم میبینن که چه روزگاری داشتن و امروز در طول این 42 ساله چه روزگاری دارن و هر روزم بدتر میشه. برای همینه که در این فضای جو رعب و وحشت این جوانان ما تصاویر شاهزاده رو میبرن زیر برف پاکن اتومبیل ها، میذارن رو ماشینا، میذارن به دیوارا میچسبونن، میگن نه این کلیپو ببینیم و بعد میریم سر همیاری. شماره 8 از مهندس سیاوش خان، لطف بفرمایید تصاویر شاهزاده نصب عکسایشون. من از سربازان گارد شاهنشاهی هستم و رای بی رای جاوید شاه. جاوید پهلوی اسم. جاوید شاه ایران پادشاهی همیشه باید پادشاهی باشه و خواهد شد. در تاریخ مملکت ما این 42 ساله جمهوری اسلامی در پرانتز باقی میمونه، مثل اون جمهوری که در انگلستان در پرانتز باقی مون و دوباره پادشاهی شد، در ایران هم همینطور. بهترین گزینه رو هم داریم، شاهزاده رضا پهلوی پادشاه آینده ایران آزاد خواهد شد. تردید نکنید، هیچ گزینه دیگری وجود نداره. خب میخوام از مهندس سیاوش خان خواهش کنم لطف کنن که کلیپ همیاری رو بذارن. نازنینانی که مایلید رسانه ایران آریایی پا بر جا بمونه تا روشنگری کنه، لطف کنید همیاری بفرمایید. مهندسی عشق اگه لطف بفرمایید کلیپ همیاری بذارید، بسیار سپاسگزار میشم. همدرد ای عشق، با تو درمان یافت این دل، خانه از جاوید آباد، از تو سامان یافت این دل. ای سراپا عاطفه، جز یاریت یاری ندارم، ای کلامت شبوسه، بی تو هم خواری ندارم. آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، وان نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است.
تو ای همدرد ای عشق، با تو درمان یافت این دل، خانه ات جاوید آباد، از تو سامان یافت این دل. ای سراپا عاطفه جز یاریت یاری ندارم، ای کلامت شد بوسه بی تو هم خواری ندارم. آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، بار نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است. خب من نام نازنینانی که لطف کردن همیاری کردن میخونم، بسیار بسیار سپاسگزارم، واقعا سپاسگزارم از نازنین که نام ها اغلب آشناستن، خب چند تا نام جدید میبینم در اینا. نازنینانی که رسانه رو در واقع همیاری میکنید، حمایت میکنید که پابرجا بمونه برای آگاهی دادن، لازم میکنید به شما و یک رسانه ملی میهنی، واقعا از اینکه این مسئولیت رو به عهده گرفتید و این کارو میکنید یک جهان سپاسگزارم ازتون. و دیگه به هر حال هر کسی به نوعی برای وطنش باید کار کنه، زحمت بکشه، مبارزه بکنه. کار من، زحمت من برای مملکتم، نجات مملکتم اینه که دو روز که تعطیلمه، شنبه شنبه بیام تا اونجایی که میتونم، آگاهی هایی که دارم یا میتونم به دست بیارم و اینا، در اختیار شما هم میهنانم بذارم. خب برنامه سازای دیگه به همچنین آقای وطنخواه که اوه دیگه مشکلاتش از همه بیشتر، مهندسی هاشخان که الان او یه سال خورده یه اصلا تک و تنها در داره اتاق چندم فرمان رو اداره میکنه، مهناز خانم همینجور به تنهایی داره کارهای دفتری رو اداره میکنه، زحمت میکشه. و دیگه شما نازنینانم که لطف میکنین، همیاری میکنین، به این ترتیب رسانه رو سعی میکنین که، یعنی یه کار دست جمعی باید باشه که این رسانه سرپا باقی بمونه. من باور کنید سه بار بیشتر به استودیو تلویزیون ایران آریایی بیشتر نرفتم، سه بار که رفته بودم لس آنجلس رفتم اونجا و نازنینان رو از نزدیک دیدم. بنابراین خواهش میکنم که لطف بفرمایید حالا بعد از برنامه هم همینطور در طول هفته این رسانه رو سعی کنید سرپا نگه دارید. میخونم نام نازنینانی که لطف کردن، همیاری کردن. خب حضورتون عرض کنم که آقای مهداد گرامی از انگلستان 20 دلار هر هفته هستن ایشون. حضورتون عرض کنم که خانم پریوش عزیزم 20 دلار ایشون هم هر هفته هستن. حضورتون عرض کنم که آقای هوتن گرامی از انگلستان 45 دلار ایشون هم همیشه هست. خانم مریم الف 30 دلار ممنون، سپاسگزارم. حضورتون عرض کنم که دیگه آقای اکبر 35 دلار خیلی ممنون، سپاسگزارم. خانم پریچهر 15 دلار خیلی ممنون، سپاسگزارم، مرسی. خدمتتون بگم دیگه آقای سینا الف 50 دلار ممنونم، سپاسگزارم. خدمتتون بگم که خانم منیر نازنین و آقای خسروی گرامی از تورنتو 60 دلار نواهای نازنینشون کوروش عزیز و سارای عزیز هر کدوم 10 دلار سپاسگزارم، ممنونم، مرسی. خدمتتون بگم که خانم ایران سات 100 دلار سپاسگزارم، خانم ایران گرامی ممنون، مرسی. حضورتون عرض کنم که خانم هوری 100 دلار سپاسگزارم، خیلی ممنون. دیگه میترای عزیزم از انگلستان 100 دلار مرسی میترا جان، ممنون. آقای مایک سین
$100. ممنونم، سپاسگزارم، مرسی. حضورتون عرض کنم که جانثار رضا شاه دوم و شهبانو فرح پهلوی و به سلامتی بانو دکتر مهران ملکی $100. ممنونم، سپاسگزارم. و حضورتون عرض کنم که آقای آریان گرامی از نیوزلند $200. سپاسگزارم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از یکایی که نازنینانی که لطف کردید و همراهی کردید. یه بار فقط نامها رو میخونم که ببینم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. خانم منیر نازنین و خسرو گرامی از تورنتو و نواهای نازنینشون سارای عزیز و کوروش عزیز، خانم ایران سات گرامی، خانم مریم گرامی، مریم الف گرامی، آقای هوتن گرامی از انگلستان، آقای مهداد عزیز از انگلستان، خانم پریوش عزیزم، آقای آریان گرامی از نیوزلند، خانم هوری گرامی، آقای اکبر گرامی، خانم پریوش پریچهر عزیز، آقای سینای الف گرامی، میترای عزیزم از انگلستان و آقای مایک سین گرامی و جانثار رضا شاه دوم و شهبانو یک گرامی دوست کردن و همیاری کردن. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه مهندس سیاوش خان عزیز. برای یکایک شما نازنینان شب و روز خوشی را آرزو میکنم. روز و روزگار خوش. درفش ای درفش، ای درفش کاویان، ای کهن ترین درفش، پرچم هخامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، اختر سربلند، زرد و سر خوبنش، در برابرت به خاک دشمنان نابکار، در برابرت به خاک دشمنان نابکار. ای درفش میهنم، ای درفش میهنم، ای نماد کشورم، ای نماد کشورم، ای ز اشکانیان، ای ز ساسانیان یادگار، ای تو از باستان ماندگار.